همراهان صفحه 333 سلام. امروز با یه ویدئوی عجیب اومدیم سراغتون. تا حالا به آخرین عکس آدم‌ها فکر کردین؟ گاهی عکاسان در تلاش برای ثبت کردن لحظه‌ای تماشایی یا با ارزش خودشون رو در معرض خطر قرار میدن. گاهی هم هنگام عکاسی در زمان و مکان نامناسب قرار میگیرن. در هر کدوم از این شرایط اغلب آخرین عکس‌های ثبت شده پیش از مرگ عکاس جزو هولناک‌ترین عکس‌های موجود خواهد بود. عکس‌هایی که نشون میده مرگ هیچ چهره‌ای نداره و هیچ کس تا به حال همیشه زنده نمونده. پس تا زنده‌ایم و وقت داریم خوب باشیم و مهربانی کنیم. با ما همراه باشید تا ببینیم این عکس‌ها توسط کی و کجا گرفته شدن. بیل بیگارت عکاسی خبری بود که به صورت اتفاقی در روز 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در شهر نیویورک حضور داشت. اون برای ثبت حملات تروریستی به برج‌های مرکز تجارت جهانی بیرون رفت. این تصویر آخرین عکسیه که اون پیش از ریزش برج دوم ثبت کرده. ریزشی که به شکلی غم‌انگیز به زندگی خود اون هم خاتمه داد. همین الان این ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. رابرت لندزبرگ عکاسی جسور بود. کوه سنت هلن در سال 1980 هنگامی که اون مشغول عکاسی از اون بود شروع به فوران کرد. لندزبرگ که متوجه شده بود امکان فرار از خاکستر و آتش فشان وجود نداره اونجا موند و به عکاسی ادامه داد. او سپس برای حفظ کردن عکس‌ها دوربین رو با بدن خودش پوشوند. کانر کامینگز عکاس 20 ساله‌ای بود که به عکاسی کردن از ماجراجویی‌های دیگران علاقه داشت. کامینگز این عکس را از بازوی کشیده شده خودش بر بالای یک هتل در شهر نیویورک درست پیش از مرگ تراژیکش در اثر سقوط از این ساختمان 52 طبقه ثبت کرد. بریم سراغ آخرین عکس گرفته شده از کانر کامینگز. این تصویر آخرین عکس گرفته شده از کانر کامینگز پیش از مرگ اونه. این عکس توسط دوست 18 ساله اون دیمیتری اولیوارس گرفته شده. اولیوارس در عکاسی ماجراجویانه کامینگز در اون روزشون همراه اون بود. زوج کانادایی جان نیل و جکی نیل در سال 2004 برای گذراندن تعطیلات به منطقه خاولک تایلند سفر کرده بودند. زمانی که اونها متوجه گسترده شدن یک موج در سرتاسر خط افق شدند، چند عکس گرفتند. اندکی بعد اونها متوجه شدند که این موج یک سونامی 10 متریه که به زودی با شهر ساحلی برخورد خواهد کرد. حادثه‌ای که بسیاری رو از جمله این زوج در کام مرگ فرو برد. این آخرین عکسیه که اونها گرفتن. گردباد الرنا که در سال 2013 میلادی در ایالت اوکلاهاما ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست موجب خسارت‌های عظیمی شد. ریچارد هندرسون عکاسی بود که هنگام عکسبرداری و فیلمبرداری از این گردباد سرانجام جان خودش رو تسلیم کرد. این عکس آخرین تصویر ثبت شده توسط اونه که احتمالاً تنها چند دقیقه پیش از مرگش گرفته شده. و آخرین عکس عکسیه که خادی سونامی که یک آهنگساز مشهور بود این عکس سلفی برای اینستاگرام رو روی موتورسیکلت خودش چند لحظه پیش از مرگ در اثر برخورد با یک وسیله نقلیه دیگه گرفت. نظر شما در مورد این ویدیو چیه؟ تا حالا به این فکر کرده بودین که آخرین عکس هر کس چه جور عکسی میتونه باشه؟ نظراتتون رو برای ما کامنت کنید.